درود بر دوستان عزیز، سام سرابی هستم با بخش دیگر و داستان دیگر از خاطرات ماورای سامیا سامگرو در خدمت شما عزیزان هستم. میتونیم اسم این داستان رو خشم خالدی بگذاریم. پس از مدت ها که دیگه قصد ادامه تحصیل نداشتم، این فکر در سر من افتاد که دوباره به دانشگاه برم و برای کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی رو دنبال بکنم. در مشهد جا افتاده بودم، خونه و زندگی داشتم، اسبابامو چیده بودم، آلبوم ضبط میکردم، موسیقی درس میدادم، زبان درس میدادم، حرکات موزون درس میدادم. و اما یک دفعه این فکر در ذهن من افتاد که حتی اگر شده در شهر دیگه ایم قبول بشم، به تحصیل ادامه بدم. و از قضا بعد از مدتی مطالعه و خوندن، اسم من در دانشکده علوم و تحقیقات ارومیه در اومد و من در رشته روانشناسی بالینی در اونجا قبول شدم. ندای من رو فرا میخوند که باید به اون شهر برم. خیلی مشکل بود، باید اسباب کشی میکردم، تمام لوازم خودم رو باید جابجا میکردم و خونم رو اجاره میدادم و میرفتم و در ارومیه خونه رو اجاره میکردم و همین کار رو هم کردم. و جالب اینجا بودش که خانواده هم همه موافق بودن. مدت ها بود که مجرد بودم و نیاز داشتم به اینکه یک تحول و یک تنوعی در زندگی خودم ایجاد کنم و این رو به فال نیک گرفتم. مدتی در شهر دیگه زندگی بکنم، در یک فرهنگ دیگه، و دانش و علم جدیدی رو کسب بکنم، علمی رو که همیشه دوست داشتم ادامه بدم. اسبابا رو بار کردم و به ارومیه رفتم. اما قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یک سفر برای ثبت نام به دانشگاه به ارومیه رفتم و در اونجا روز اول بسیار شوکه شدم از اونجایی که آدرس اون شهر رو خوب بلد نبودم. در یک مسافرخونه در پایین شهر اونجا اقامت گزیدم و به خودم گفتم که شاید چقدر دلگیر باشه اگر من بخوام توی این شهر توی این مدت زندگی بکنم و هیچ اطلاعی از محله های بالا شهر ارومیه و جاهای خیلی زیباترش نداشتم. و خب یک شب رفتم گشتم ببینم که قیمت خونه ها چجوریه و اجاره ها چجوری هستش و دیدم قیمت ها هم خیلی بالا هست، حتی همون جایی که من دارم میگردم، و با معضل بزرگی روبرو خواهم شد. نامیدانه از این بنگا به اون بنگا با خودم گفتم اوکی، نهایتش شاید به یک خوابگاه یک جایی برم و اصلا اسباب کشی هم نکنم. اما گذرم کم کم به محله های دیگری افتاد، همینطور که پیاده توی ارومیه را می رفتم و رسیدم به خیابانی که دانشکده نام داشت و متوجه شدم که این خیابون خیلی سطح بالا و خیلی کلاس بالاست به قول ما. و با خودم گفتم چقدر خوب بود اگر اینجا می شد من یه خونهی می گرفتم، با وجودی که می دونم با این هزینهی که دارم شاید نشه اینجا. اما خب حالا یه سوالی بکنم. چند تا بونگا رفتم و همه گفتن که آقا با این هزینه که شما میخوای بکنی اصلا بهش فکر نکن و امکان پذیر نیست. نامید نمیشدم، همینجور قدم میزدم برای خودم و یک ندای من رو فرا میخوند، انگار که باید توی اون خیابونی اتفاقی میافتاد. هرچه جلوتر میرفتم جوانای خوشگلتر و خوشتیبتر و خوشلباستر میدیدم و کم کم متوجه شدم که اصلا انگار توی اروپا دارم راه میرم و دید من نسبت به ارومیه همون روز کم کم داشت عوض می شد. اما یک ندایی من رو فرا می خوند که به سمت یک کوچه ای برم، یک کوچه خیلی فرعی، و در اونجا متوجه شدم که چراغی روشنه و با نئونهای بسیار قدیمی روی شیشه اون مشاور املاک یا بنگاهی نوشته شده بود. به سمت اون مغازه رفتم و بوی خیلی خوشی، عطر توتون خیلی عجیبی از توی اون مغازه می اومد بیرون که هیچ وقت یادم نمیره. وارد اونجا شدم، یک آقای مسن ارومیه‌ای با سیبیل های بسیار بسیار زیبا و تیپ قدیمی نشسته بود و در حال کشیدن سیگاری بود که جلوی اون هم دستگاه پیچیدن سیگار بود، یعنی سیگاری که اون می کشید از توتون های خیلی خاصی بود و مطمئنن عطر خوش اون هم خیلی تأثیر داشت، یعنی که من بیشتر توی اون مغازه بنشینم تا اون مشتریاش برن و بعد من از اون سوال بکنم در باب اینکه آیا
حالا 1 در 1000 تیری در تاریکی های خونه اینجا پیدا میشه یا نه. و ایشون هم خیلی با روی باز با من برخورد کرد و البته من در این داستان اسم افراد رو نمیارم، شاید راضی نباشن، اما به من گفتش که دانشجو هستی با اون لهجه زیبای آذری، و گفتم بله من دانشجو هستم، البته پدر منم ترک هستن، یک چند تا کلمه ترکی هم صحبت کردیم با هم و دلش گرم شد و خوشحال شد و گفت اتفاقا چقدر جالب، خونه خود من که دیوار به دیوار بونگا هستش و طبقه پایین است، در واقع دو تا پله میخوره میره پایین، حالا زیر زمین اگه حسابش بکنی که نیست زیر زمین، خونه خیلی بزرگیه، دو تا اتاق خواب داره، حال بزرگ داره، آشپزخونه اوپن داره، ولی خب قدیمیه، کلنگیه، قبلا یک دانشجو رشته دامپزشکی اینجا مینشسته و اینجا رو خالی کرده و اگر شما دوست داشتی میتونی اینجا بیای و اجاره کنی. پرسیدم قیمتش چقدره؟ در مقایسه با قیمت‌های دیگه‌ای که دیده بودم بسیار بسیار قیمت پایینی بود و اصلا من تعجب کردم و پول پیشی هم که می‌خواست پول بسیار مناسبی بود. با وجود این بازم چک و چونه زدم و در نهایت موفق شدم که اون خونه رو بگیرم و جالب بود که فقط با یک کارت ملی، کپی کارت ملی و با یک قرارداد خیلی ساده، همون شب من بدون اینکه هیچ پولی هم بدم، ایشون گفت من به شما اطمینان دارم، وسایلتو از مشهد وردار، بار بزن و بیا اینجا. خونه رو رفتم دیدم، خونه خالی بود، تازه اون دانشجو خونه رو خالی کرده بود. خونه بسیار بزرگی بود، متراژ خیلی بالایی داشت، برای منی که مجرد بودم خیلی بزرگ بود و من میتونستم توش حسابی پارتی بگیرم، اما خب قدیمی بود. دو تا اتاق داشت و یک اتاقش به حیاتی ربط داشت که مطمئنن البته کلید این حیات رو صاحب این بونگا داشت و یک در دیگه ای هم داشت که به طبقه بالای خونه خود صاحب مشاور املاک وصل می شد و پشت اون کمد گذاشته بودن و این درم بسته بودن، در واقع زیرزمینی خودشون بود که اون رو اجاره می دادن، اما خب می تونست کسی ورود پیدا بکنه اگر می خواست وارد خونه بشه، اما خب خانواده مطمئنی بودن و من هم چیز آنچنانی نداشتم و به خودم گفتم حتی این چه بهتر که اینها اینجا هستن و هوای خونه رو دارن و هیچ وقت خالی نیست. خانواده بودن، عروس داشتن، داماد داشتن و شلوغ بود خانوادهشون و من هم خب چون مجرد بودم، من میدونستم باید گاهی اوقات به مشهد برم و برگردم، دلم گرم بود که اینها مواظب هستن. بله برمیگردیم به اون اول که وسایل رو بار زدیم و آمدیم و وسایل رو چیدیم و در اونجا سکنا گذاشتیم. در یکی از اتاقها که در واقع دیوار به دیوار بونگا بود، یک ضلع اون، یک ضلع دیگه این اتاق به گونه بودش که به یک زمین خالی که گویا مال ارتش بود وصل بود یا همجوار بود و در این زمین خالی که مال ارتش بود، شنیده بودم از کسایی که در محل هستن که شاید موش‌های زیادی اونجا هستن و به خونه‌های اطراف نفوذ می‌کنن و خونه‌های قدیمی احتمال داره که موش داشته باشن. روز اول خب این قضیه رو جدی نگرفتم و یکی از دلایلی هم که شاید این خونه با اجاره پایین به من داده شد این بودش که احتمال این که موش توی اون باشه بود و خب همینطور هم شد و گاهی اوقات از گوشه و کنار خونه می‌دیدم که موش‌های خیلی کوچولویی، خیلی با احترام می اومدن و از کنار دیوار رد می شدن و برای خودشون توی خونه می گشتن و خب این داستان هم یه داستان خیلی خنددار و کمدی شده بود و خانواده کلی می خندیدن و گاهی اوقات استهزا می کردن از اینکه الان سامی یه دونه عبا انداخته رو دوشش و یه جارو تو دستش رو داره موشا رو یکی یکی می کشه. چند دفعه رفتم به بونگای معاملاتی، به اون بونگاه آقای بونگایی گفتم که این خونه موش داره و گفت ای بابا آقای سرابی حالا چی ایرادی داره به اون لهجه زیبای ترکی، موشن دیگه، حالا چی کارشون کنیم، میان و میرن و خلاصه این مطلب این که ما تله موش گذاشتیم، نمیدونم مرگ موش ریختیم، در سوراخ رو سعی کردیم ببندیم، اما در نهایت نهایت میتونم بگم که اونقدر موثر نبود و من دیگه هر از گاهی با وجودی که خیلی این کارا رو کرده بودم این موشا رو میدیدم. اما خب توی همون اتاق که محل در واقع میشه گفتش که ورود و خروج همین موشا بود و برای اولین بار از اونجا یکی از محلهای ورود و خروج اصلیشون بود بودم، اونجا کامپیوترم گذاشته بودم، تختم هم اونجا بود و
یک تخته وایت بوردی رو هم به دیوار نصب کرده بودم که گاهی اوقات این درس دانشگاه رو روی اون می نوشتم. روزهای اول بود، اما هر شب که من توی اون اتاق می خوابیدم انرژی بسیار عجیبی رو احساس می کردم و کم کم دیگه برام عادی شده بود صدایی که توی خونه می شنیدم. با خودم می گفتم اینا موش هستن و میان و میرن و حالا زیاد چیز مهمی نیست. اما اون اتاقی که به حیات ختم بود و اتاق پشتی بود، در واقع در اون اتاق من بسته بودم و قفل کرده بودم، چون برای من خیلی زیاد بود و حالت یک انباری داشت و از اونجایی که یه درش هم به حیات ختم میشد، در داخل حال رو هم بسته بودم که دو تا قفل بشه که از حیات اگر کسی خدای نکرده پرید اومد تو، به در دوم بر بخوره و از اتاق نتونه وارد حال بشه. اما توی همون اتاق صداهای بسیار عجیبی میومد و گاهی اوقات من نورهایی رو داخل اون اتاق میدیدم و از پشت اون شیشه مشجری که داشت یه بار انگار یه چراغ قوهی بخواد روشن بشه روشن میشد. چند دفعه رفتم پیش این آقا و گفتم که شما تو حیات میایین چراغ قوه میندازین؟ گفت اصلا ما تو حیات نمیایم و این حیات تقریبا یه جورایی متروکه هستش، هر از گاهی ما میایم و این نور عجیبه که شما میگی نور اونجا نمیتونه بیاد، حتی نور ماشین یا نور چیزهای دیگه که اونجا بودن توی شهر هم نمیتونست انقدر درشت و به قول معروف درخشان از شیشه بزنه به داخل. چندین بار من با این قضیه برخورد کردم و به روی خودم نیاوردم. یه روز که داشتم روی تخته وایت بورد توی اتاق می نوشتم، یک لحظه در حال نوشتن دیدم که من چون آستین کوتاه بودم و داشتم با وایت بورد می نوشتم، یک دفعه دیدم که تو دستم گچ هستش و تخته روبروی من تبدیل به یک تخته سیاه شد و من آستین یک کت رو می دیدم دور دستم با دکمه هایی که خیلی قدیمی بودن و مشخص بود این دکمه خیلی قدیمی هستن و این جنس این کت و مخمل این کت مال امروز نیست و خیلی حس عجیبی بود و برای یک لحظه کاملا خودم رو در اون هیبت و در اون هیئت دیدم و پشت سرم صدای شاگردانی رو میشنیدم که با هم دیگه صحبت میکردن و زبانی رو که میشنیدم زبانی بود که شباهت زیادی به زبان آلمانی داشت. برای یک لحظه من وارد این بعد شدم و شیفت شد آگاهی من و بعد برگشتم و بسیار بسیار حال عجیبی داشتم. اون روز توی خونه یادم میاد بوی بنزین خیلی زیادی میومد و من هر چقدرم که جستجو کردم ببینم داستان این بنزین چیه و برای چی این بوی بنزین میاد، متوجه نشدم و گفتم شاید از بیرون باشه، حالا کامیونی نمیدونم ماشینی چیزی نشتی بنزین داشته و این زده داخل خونه و خیلی هم نگران بودم از این قضیه. با خودم گفتم شاید این بوی بنزین باعث شده که من یک لحظه یک حالت نشئگی بهم دست بده و یک چنین اتفاقی برام بیفته. من همیشه سعی میکنم اول دلایل منطقی برای کار خودم داشته باشم، اما موضوع به اینجا ختم نشد و شبهایی که توی اون اتاق روی تختم میخوابیدم خوابهای بسیار عجیبی میدیدم و یک سره میدیدم که دارم به پای خودم نگاه میکنم و روی سنگفرشای عجیبی دارم را میرم و کفشای توی پام هستش که این کفشا مثل کفشای مثلا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و یا پاچه‌های شلوارم رو نگاه میکردم. یعنی از توی خواب وقتی راه میرفتم و رویابینی آگاهانه داشتم گاهی اوقات میتونستم قشنگ دستای خودم رو ببینم که کتای خیلی قدیمی توی تنم هستش و لباسای قدیمی دارم. در یکی از این رویاها متوجه شدم که دارم وارد دانشکده علوم تحقیقات ارومیه میشم و وقتی که به ساختمون اون دانشگاه نگاه کردم به نبا توی رویا به حالت بیداری رسیدم و سعی کردم رویای خودم رو کنترل بکنم طبق معمول بر طبق عادتی که دارم و به یک باره این ساختمون تبدیل شد به یک ساختمون قدیمی و آجری که کاملا مشخص بود انگار مال اروپای مثلا حالا شرقی بود. تو ذهن خودم حالا اون موقع اینجوری بود
یه جای خیلی دلگیر و یک دانشکده خیلی عجیب و غریب با یک نمای خیلی عجیب و غریب، مثل این دانشگاهی که رضا شاه مثلا میسازه، یا ساختمانهای رضا شاهی، یا مثل ساختمان مثلا دارالفنون مشهد، حالا اگر بچه‌ها دیدن اون آجرا و اون شکل. و برای یک لحظه توی خواب متوجه این قضیه شدم که این دانشکده علوم تحقیقات ارومیه و ساختمون اون تبدیل شد به یک ساختمون تیپ رضاخانی یا تیپ آلمانی یا تیپ اروپایی. در صورت برام خیلی عجیب بود این قضیه. وقتی از پله‌های اون رفتم بالا و وقتی در دانشکده، در چرخان دانشکده به همون فرم قدیمی باز شد، به طرز شگفت انگیزی مواجه شدم با دختران و پسرانی که لباسهای قدیمی مثل فیلمهای آلمانی قدیمی تنشون بود، دامنهای بلند و کلاهای عجیب غریب به سرشون، و بچه ها همه کچهوار داشتن، کلاهای بره داشتن سرشون، برخی موهاشون بور بود، چشاشون آبی بود. و وقتی من وارد شدم همه به من احترام گذاشتن و من از پله‌ها رفتم بالا و وارد یک راهروی شدم و از اونجا وارد کلاسی شدم که مثل کرسی‌های دانشکده پزشکی که مردم دور میشینن و یک تخته خیلی بزرگی است، به اون صورت اون صحنه رو دیدم و وارد شدم و جزوات خودم رو روی میز گذاشتم و نگاهی انداختم، دیدم بچه ها نشستن و یه سری هم دارن وارد میشن. و توی رویابینی آگاهانه قشنگ میدونستم دارم چی کار میکنم و وظیفم چیه. وقتی دفترهای روبروم یا جزوهای روبروم که دست نویس بود رو باز کردم، با خطوطی مثل خطوط آرامی، آشوری و خطوطی از دست خطوط سامی روبرو شدم و توی رویا با خودم گفتم که من احتمالاً در این دانشکده در حال آموزش دادن زبانهای باستانی هستم. به سمت تخته رفتم و گچ رو برداشتم و شروع کردم به نوشتن روی تخته و به ناگاه تصویر عوض شد و تخته تبدیل به وایت بورد شد و دست من یک ماژیک بود و من مجدد با یک لباس آستین کوتاه در حال نوشتن بودم. یک لحظه وقتی به خودم اومدم دیدم در خواب از روی تخت بیدار شدم و دارم روی تخته برای خودم چیزی می‌نویسم. دمدمای صبح بود، نور از اتاق زده بود داخل و من توی خواب از روی تخت بیدار شده بودم و به پای وایت بورد رفته بودم و روی تخته چند حرف ناآشنا و نامعنوس برای خودم روی تخته کشیده بودم. خیلی کم پیش میاد که من توی رویا رویابینی بلند شم و ادامه رویا رو انجام بدم و در واقع خوابگردی داشته باشم. اصولا من آدم خوابگردی نیستم، ولی در این مورد برای من خیلی عجیب بود که من این کار رو انجام دادم. و رویاهای بسیار بسیار زیادی دیگر و همچنین بارها و بارها در حال اون خونه من با اون نور مواجه شدم. چند دفعه رفتم در اون اتاق رو باز کردم، داخل اتاق رو نگاه کردم و چیزی ندیدم. و چندین روز گذشت و من همچنان به دانشگاه می رفتم و یادم میاد داشتم در مورد آدلر یک لکچری رو آماده می کردم، یکی از روانشناسان بزرگ و از شاگردان فروید، پیرو مکتب فروید که بعدم خودش یک مکتب دیگری رو بنیان گذاری کرد. بسیار بسیار مسلط و خیلی عمیق داشتم روی آدلر کار میکردم و اصلا توی فضای اون زمان اروپا رفته بودم و خصوصا وقتی از فروید میخوندم، از یونگ میخوندم، از نیچه میخوندم و اینها بیشتر و بیشتر شاید توی رویای من تأثیر میذاشت و من هر شب که میخوابیدم بیشتر و بیشتر خودم رو توی این فضا میدیدم و کم کم متوجه شدم که من توی رویا در یک دنیای موازی دیگر در حال آموزش زبانهای باستانی هستم به یه سری آدم اروپایی. همیشه به خودم میگم زمان، دوستان عزیز، مثل یک پدیده متوهم میمونه و اصلا توهمه. ساعت وجود داره اما زمان وجود نداره. ما ساعت رو درست کردیم اما وسیله ای رو درست کردیم که فقط بتونیم به خودمون نظم بدیم. اما به نظر من تمام زندگی ها و تمام ابعاد در همین لحظه همگی در حال
واقع شدن هستن. وقتی شما دارید یک زبان باستانی رو درس میدید، گاهی اوقات در همین زندگی روزمره خودم، در همین حال همون افرادی که در همون معابد داشتن این از کار و اوراد رو میخوندن، در همون لحظه هستند و دارن میخوانند. چون زمان از نظر ما که در دنیای سبودی زندگی میکنیم آینده و حال و گذشته رو داره، ولی توی آگاهی اصلی تمام این خطوط در واقع زمانی، که البته بهتره بهشون خطی نگاه نکنیم، تمام این ابعاد زمانی روی همدیگه هستن و منطبق بر همدیگه هستن و در یک لحظه دارن اتفاق میفتن. و این اتفاق هم به نظرم توی اون رویاها تا اون جای داستان برای من داشت میافتاد. اما یکی از این شبها، وقتی که دیگه خیلی در باب آدلر تحقیق کرده بودم و هنوزم مقاله شربت دارم و بسیار راضی بودم از خودم، دیگه دمدمای در واقع میشه گفت صبح بود دیگه، داشت صبح میشد دیگه، طبق معمول منم که شب زنده دارم، اومدم برم بخوابم. و چون دره در واقع این خونه دو تا پله میخود میومد پایین، درش به پیاده رو ربط داشت و در خیلی در واقع بدون حفاظی داشت و هر کسی میتونست خیلی راحت وقتی از تو خیابون از پیاده رو رد میشدن، سایش خیلی بزرگ توی خونه میافتاد و گاهی اوقات آدم میترسید. اما خب اون ساعتی نبود که کسی بخواد از اونجا عبور بکنه. و قبل از اون گفتم که خب برم دستشویی خیلی دور بود از اتاق، که بعد برم بگیرم بخوابم دیگه، بتونم صبح بالا برم دانشگاه کارام بکنم. زمانی که داشتم میرفتم متوجه شدم که یک نفری اومد و سایش افتاد و پشت در ایستاد. خب ترسیدم، گفتم شاید دزدی کسی باشه میخواد در باز کنه، چون فقط یک کلیدم بود دیگه، بسته بودم درو. و خودم گفتم کیه که اونجا واسده. یه ذره سرفه کردم، اهن اون کردم، رفتم اومدم دیدم نه، همچنان اون شخص اونجا ایستاده. بعد که دیدم نمیره و خیلی عجیب پشت در واقع اون در ایستاده و سایش افتاده، رفتم جلو و گفتم که کاری دارین؟ کی هستین؟ و بعد دیدم که با یک صدای خیلی گرفته و ظریفی از پشت در به من گفتش که شولتز. برام خیلی عجیب بود. شولتز؟ گفتم آقا چی میگی؟ شولتز چیه؟ من کردی بلد نیستم، من ترکیم هم زیاد حالا خوب نیست، این شولتز چه کلمه ایه؟ محکم یه دفعه به در زد و این خیلی منو ترسون، تاب 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 محکم به در زد و بلند گفت ادوارد شولتز و دوید. دقیقا من این اسم رو شنیدم و وقتی این ادوارد شولتز رو گفت، موهای تن من سیخ شد و با خودم گفتم این اسم چقدر آشناست، انگار بارها و بارها این اسم رو من شنیده بودم. وقتی رفت و بعد از مدتی که ضربان قلبم به جای خودش برگشت و اون ترسی رو که از اون صدایی که اون شخص ایجاد کرده بود و اون صدایی که اون با گفتن شولتز در من منعکس کرده بود تموم شد، با خودم گفتم نکنه این اسم همون اسمی باشه که من توی این رویابینی آگاهانه دارم. اون شب خوابیدم و دوباره وارد رویابینی آگاهانه شدم و اینجا جایی بودش که دیگه مطمئن شدم ادوارد شولتز اسمی هستش که من در اون رویابینی آگاهانه دارم. توی حیات دانشگاهی که مثل همون دانشگاه‌های قدیمی بود قدم می‌زدم و بچه‌ها قلم به دست و جزوه به دست به سمت من می‌اومدن و ادوارد شولتز رو از زبون اونها میشنیدم و اونها من رو به نام استاد شولتز صدا میزدن. چه رابطه‌ای میتونه باشه بین گفتن اون شخص ناشناس، بین این رؤیاها، بین اون نوری که توی اون اتاق ظاهر میشه و بین حضور من در اون خونه و در اون شهر؟ دوستان عزیز، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، به اشتراک بذارید و
اگر تجربه شخصی هم از چیزهای ماورایی دارید در پایین این داستان بنویسید. تا جلسه دیگه و ادامه داستان، شما رو به یزدان پاک می‌سپارم. خدا نگهدارتون. درود بر دوستان عزیز، سام سرابی هستم با بخش دیگر.